درود رفقا، کارگاه ساخت گیتار استاد کریمی. اینم استاد. درود. خب قراره که اینا رو براتون توضیح هم بدیم ها در ادامه. اینم ساز بنده است، بعدش میشه استاد. درود استاد جان، خوش اومد. مرسی. خب بریم سراغ ویدیوهای دیگه. استاد در خدمتیم. خب این دلیل ستونیه که خب متای مختلف روش بسته میشه که به این صورت اینجوری میاد برای سوراخ کردن حالا هرچی، سوراخ بریج و چیزهای دیگه. از این طرف مثلا این فرزای هست، فرز مشتی بهش میگیم. من اومدم به تعداد کارم اینا رو گرفتم که دیگه سرهای اینا رو من عوض نکنم، اونجوری باعث میشه وقت بگیره. یعنی سر اینا فرز که سر این هست دیگه روش میمونه، فرز این دیگه روش میمونه، هر کدوم واسه کاریه که روش میمونه که دیگه تعویض نشه. مثلا برای چه جور کاری استاد؟ برای کار مختلف فرزکاری انجام میشه. اینی که بایستی طوری باشه گیتار زیاد طول نکشه. زمان سفارش خیلی مهمه. درست. زمان یه گیتار 6 ماه بخواد طول بکشه نمیشه. من هم حدودا مثلا در ماه 5 تا ساخت دارم. اینی که به این ترتیب میتونه باشه که ما بتونیم زودتر سفارش رو آماده کنیم دیگه. خب این بعد اینجا مثلا فرض کن یکی از همون چیزا میاد میره این تو، درسته؟ همینا مثلا این میاد میره این تو، این برای روزت زنه. آها. یعنی دوره این روزتی که خالی میشه به وسیله این سیستم، این سامانه ای که خودم درست کردم و خالی میشه که اینم بریجه که استاد فرمودن اولش نمونه بریج گفتن، این بریج میشه بریج گیتار. به این صورت اون میاد جاش یه میلیمتر به ضخامت خود روزت خالی میشه و روزت هست. این الان چیزیه که گشویه من ساختم برای چاک فرت. آها. چاک فرت رو با این بگم حدود 30 ثانیه بیشتر طول نمیشه. 19 تا فرت رو من میزنم برای چاک فرت. بله. این رو خیلی هم میبینم میگن این چیه، یه تاره. میگم این یه چیزیه، این یک ابزاره، سیم شیش گیتاره و این چند تا فرتی که الان هست، فا و فا دیز و سول و لا و اینا. من این چند تا رو میخوام برای کوک صفحه گیتار، یعنی میخوام صفحه گیتار رو کوک کنم، از این صدای این میو با این یا فا و فا دیز رو من احتیاج دارم. اینه که این همینجوری ساخته شده برای اون. البته میشه مثلا خود گیتار رو استفاده کنم، ولی خب خیلی اوقات من اصلا گیتار ندارم اینجا رو خواهم از اون استفاده کنم. اینه که از این استفاده میکنم. به همه تون گرم. بله. این الان یه فرزه، این فرزه بسته شده زیر کارهای بسیار مختلفی انجام میشه با این هارمونیک بار و خیلی مسئله دیگه. این استنباده کارتکیه، دستگاه ارموییه. ارموی. بله. این یک چرخ استنباده که کار فرمایش نه همه کار خودم و بسیاری من احتیاج دارم استفاده میکنم. دستگاه دراب سندره. استاد این برای چه کاریه این؟ کدوم؟ همین. این اینجا گیتار میاد اینجا روش برای بندینگ که میخوام بکشم با بند. آها. با بند این دور بندینگ ها رو میبندم. درسته. بعد اون موقع که دارم این در میبندم اگه کسی من صدا کنه اینا با این بنده به این صورت
اینجوری دوره گیتار بسته میشه. بعد صدا کنه من میگم دستم بنده. بعد این که میگم دستم بنده فکر کنم واقعا از اینجا در اومده. که میگن دستم بنده از اینجا در اومده. درسته. بعد این دستگاه درام سندره که برای سازسازیه. ورق خود مثلا 2 میلیمتر صفحه رو تو این درسته رد میکنی. آها. اون زخامتی که میخوای باش برسه. دمتون گرم. دمتون گرم. اصلا مکنده است. درسته. دوربردی کارگاهه. این دو تا سازم فکر کنم آماده به رنگن. درسته. اینم تقریبا بله. اینم همون افرا و فکر کنم چوب پشتش افرا اینا به نظر افرا. بله جفتش میپله. خب. این صفحش سداره. سدار اون صفحش اسپروسه. اسپروسه. کمپرسور 8 سیلند سایلنت یعنی بدون صدا است، بدون روغنه. بعد این بخاریه. اینجا اتاق رنگه، این هم کندگیه، کندگی ماکیتا خیلی استفاده داره. اینجا هم که اتاق رنگه اون طرف که هیچی اینجا میتونیم اینجا بندینگه. این بندینگ ها دور گیتار زده میشه با همون بندی که من گفتم. بندینگ پس منظورتون اینه؟ بله بله بندینگ یعنی اینه دور گیتار. بله اینا الان فینگر برده که با گرد های مختلف هرچی گرد بالاتر باشه خب قیمت بالاتر روش بده، یه دستیاتر باشه قیمتش بالاتر. درسته که بعدا اینجا هم تبدیل بله. شدن به دستی. اینا تبدیل اینا نک هایی که ساخته شده و دونه دونه بر میدارم و استفاده میکنم. تا این مرحلهش کاملا مکانیزه در اومده، باقیش دیگه با دست فوق‌العاده. آره دیگه چون یه گیتار ساخته میشه از صفر شروع نمیشه اونجوری بخواد باشه 6 ماه طول. اونم قرار توضیح بدیم و من قطع کنم بریم ویدیو بعدی با اجازهتون. این هم دستگاه لرزون گردونه که روی صفحه باش ساب میزنم. بعد همونطوری که اونورتر عرض کردم ببینید باز از این باز هم از تعداد زیاده که هیچ کدوم فرزا دیگه باز نمیشه که دیگه کار سریع تر پیش بره. یعنی الان تقریبا 10 تا از این فرزا هست که سرش هر کدوم یه تیغ فرز وصله و اون زیر سامانه هایی هستش که دیگه برای کار همین ساخت بری، ساخت دسته، فلان، همین تیک چوبا. ولی خب این گیره ها مالا چه کاری استاد؟ این گیره ها؟ این گیره ها داخل چیز میاد، همونطور که میبینید پر رنگ شده. اینجوری گیتار میگیره که بعد بتونیم رنگ بزنه. درسته. اینجوری میاد روی مقری و گیتار بهش وصله. الان میبینید اینا جای سال ها درسته. رنگی درسته. روی این مونده. بعد این چوبه ببینید لادرلا به این صورت باید خشک بشه. ببینید لادرلا باید این چوبا به این صورت خشک بشه. بله رطوبت نداشته باشه. استاد این داخل گیتار برای بچه‌ها میتونه خیلی جذاب باشه. این داخل ساز این آناتومی داخلی اینا بکباره. درسته. اینا لاینینگه. بعد دیگه داخل بک دیگه زیاد اینا تأثیری تو صدا مثلا چجوری بله. هم فیزیکه هم فیزیکه. درسته. از نظر داینامیک بتونه طاقت بیاره هم تاثیر توی صدا. آها تاثیر توی صدا. بعد اینا هم دیگه چوبای صفحه و چوبای دیگه فلان روز نمیدونم ریو ببینید الان یه ریو دارم اینجا. آها بعدش روز هم یه دونه دارن ها بچه‌ها که دنبال دارین بزن. نه اینا اینا به به نه روز ریو یه دونه دارم که خب قیمتش در 95 میلی. آه اینکه بچه‌ها یه دونه ساز یه بار ساخته بودین که خیلی قیمت بالا بود داستان اینه بچه‌ها چوب‌ها گر بالاخره اینا 70 خورده بود دیگه الان 90 خورده به خاطر قیمت چوب بچه‌ها اینا متریال بله. خب گرونه دیگه. بعدش اینا ساید هاست که خم میشه به وسیله این دستگاه. آها این دستگاه این برش بگی برقیه. اینا اینا این کمر رو داغ میکنه این دوتا بدنه چپ و راست و اینا رو بعد ساید میاد رو این میاد پایین خم میشه. به به دیگه بریم سراغ این سازه. اینم میز کارمه که دیگه میشینم اینجا من. به به الان این بریچ زده شده. خب این بریچش آماده است. دیشب زده شده. حالا بایستی این دسته صاف بشه. اینا جای میره فرتاس که غرغر بگیره. این دو سوراخ ها چی هست؟ دو تا اینجا دو تا اینجا. این پین بوده به عنوان گاید راهنما که موقعی که این چسبیده شده نتونه بپیچه.
آها نتونه بپیچه. بعد این وسیله هستش که خطکش موییه، بگیرمش. این خطکش موییه، خطکشو میذارن که آها من اینجا میذارم، بعد از اینجا میگیرم جلوی نور که بعد ببینم این زاویه زیرش، صافی زیرش به چه صورته. البته دوستان این وقت اشتباه نکنند، این صاف نباید باشه. یه 500 ما آرک میخوای که مرکز آرک اینجا نیست، اینجاست. یه 500 آرک میخوام، بعد به وسیله این کناره اینجوری میخوام، این یک فولاده که دیگه زیرش کاملا صافه، میام به این صورت اینه میذارم، بعد اونو هی میذارم تا این صاف باشه، برسه به اون آرکاسیونی که لازمه، بعد فرد کوبی انجام. اینجا خیلی مهمه به نظر من، اینجا ساز واسه ما نوازنده ها خیلی مهمه، برای اینکه این اکشن پایین بدون گز همه داستانش اینجاست. بله، که چقدر وقت بذاره اینه. گپ واچ این میبینید این فاصله رو من کاری میکنم که مثلا 3.5 3.2 اینطورا به این صورت فیلر 3.5 3.2 بره اون زیر که گپ پایینی داشته باشیم. اینجا خیلی برای نوازنده ها مهمه، مهمتر از صدای گیتاره. اول این مسائل مهمه. دمتون گرم. حالا اگر شد موقع فرد کوبی هم که شما آره دوباره دارید. آره دیگه یه ویدیو دیگه هم الان میگیرم، بریم ویدیو بعدی. استاد موافقی انجام بدیم که بچه‌ها دوستان ببینن؟ دمتون گرم. فرد کوبی به چه صورت اوپن پرا مخلص. خب استاد می‌خواستن این سازو فرد کوبی کنن، لطف کردن گفتن که از این مرحله برمام توضیح بدن. مرسی. خواهش میکنم قبل از فرسکویی من باید جای ناس رو در بیارم. یه سیستمی طراحی کردم که کاملا مکانیزم من بتونم جای این نات، یعنی سیمگی رو، اون کانالیش رو خیلی تمیز قشنگ در بیارم که الان به شما نشون میدم. با همین چیز ساده اینه میذارم، این میفته توی این چاک فرس سه و گیره رو میبندم به این صورت. خب این فرز گنه ارتفاعشو با این تنظیم کردم، اینم میذارم اینجا. حالا اینو برمیدارم، خب ببینید اینجا الان یک چاک کانال درست شد. حالا اینه برای چی گوشته بودم که بیام این ور. حالا یه خود چیو استاد منو نگرفتمش، این یک میلی خورده اومده این ور. حالا بر میدارم که یه مقدار بیام این ور سمت چپ. هر چی تعداد اینا رو کم کنم میاد این ور، نزدیک میشه به بدنه. بله، نزدیک میشه فینگر بول. خب این جای چاکنات یا همون سیمگیر، بله اون سیمگیر میاد اونجا نصب میشه. دستتون در نکنه، در ادامه میریم واسه فرد کوبی. خب بچه ها این که مشاهده میکنید فرته، فرت هایی که قراره بیاد روی اینا سوار بشه. این کوتاه بود فقط برای اینکه شما فرت رو ببینید، در ادامه بهتون نشون میدیم که چجوری اینا سوار میشه روی فینگر بورد. خب میخوایم بریم سراغ فرتا. استاد این چسب رو زدن اینجا برای اینکه یه وقت اون اصابت نکنه ساز خط بیفته. خب من 1.20 ما فرت میخوایم برای 19 تا
تورک فرت. خب یه سیستمی من ساختم، این میفته روی اینجا، ببینید این میفته روی این قسمت، که این قسمت فرت 19 تا 14 رو روی این سامانه من فلتکوی میکنم، باقیش دیگه از 14 به بعد دیگه میاد بیرون، میاد از این سیستم میاد بیرون. درسته. خب من الان همیشه از اینجا من شروع میکنم، فلت چکش مخصوص فلتکوبی استیو مک آمریکاست، همه چی اینا همش برای کار فلتکوبی. خب از این طرف کات میکنیم با یک شیبی که قبلا درست شده، با این شیب اضافه این ورم منم بگیرم، از این ور برمیدارم با همون شیب. حالا این کامل ننشسته، این شیبه خوبش که باعث میشه دست آدم اینجا گیر نبره، بعضی سازها به خاطر نداشتن همین این دست آدم اینجا هی حالت خشکی و بریدگی پیدا میکنه. اینا تیزیش هم حالا گرفته میشه، گرفتن این تیزیه با این برونز روی این ما میکوبیم و این برای الان دیگه اون دفعه پیش از این استفاده کردم، از این پلاستیک از الان برای دیگه میتونیم از اون سمتش استفاده میکنم که این کامل تا اینجا باید بره. و ذره بین من از اینجا نگاه میکنم که ببینم فرد تا ته به سینگر بورد استفاده کرده باشه. خب میریم برای بعد. فرت کوبی هم چکش زدنم خب یه داستانی داره که طی سالیان زیاد دست آدم باید بیاد که به چه صورت اینا رو بکوبه، مثلا کسی که کار نکرده باشه یا میزنه هرچی میزنه نمیره یا این ورش میپره بیرون، دیگه خودش فنه واقعا. نگاه میکنم. خب هم ترتیب بقیه دمتون گرم، باقیش هم حالا شاید تصویری که گرفته مونده. دستتون درد نکنه، مرسی. من دلم نمیاد این تیکر براتون نگیرم، اینو میخواد استاد بذاره زیر دسته گیتار. خب تا اینجا رو دیدیم که اون سامانه بلنده بود، بله، که زیرش رو پر کرده بود، از اینجا به بعد رو از این استفاده میکنم که زیر فینگر بورد دسته پر باشه. این زاویه هم خیلی زاویه قشنگه. اینجا بریده میشه روی این شیب، نم روی این شیب. این ور زیر اینه توجه کنید، مدل با اینه، میبینید؟ درسته، مدل با این، اینجا مقهره، اینجا مهندم. با ذره بین می کنم که از زیر کاملا چسبیده باشه. الان اینجا رو احساس می کنم که این کار داشت. دمتون گرم دیگه به همین صورت. مرسی. خواهش می‌کنم. من از استاد جان پرسیدم که جنس این میلفرتا چیه، بعد که دست عرق میکنه و اینا مثلا ولی سالم میمونه. بله بله استاد، این از آلیاژی درست شده که مهمترین عنصرش نیکله. نیکله و چون نیکل هم خب فلز گرانبهاییه بیشتر قیمتش سر میاد. حالا هر چی درصد نیکل بره بالاتر مرغوب تره، این الان 20% نیکل. درست داریم که فلز مثلا 16% اینا هستن و باعث میشه ضد خورندگیش، ضد سایش روی سیما، هر چی نیکل میره بالاتر بهتر میشه. دستت البته داریم مثلا 22% هم داریم مال سیرمک آمریکاست، یه مقدار زیاد دیگه سفته، من اونو زیاد نمیپسندم برای درست دیگه زیادی دیگه اون ضد سایشه فلت کوبیش هم مشکل تره و زیادی سفته. حالا برای این بغلا کردن تیزی داره. آره دقیقا، این ابزارهایی هست که مخصوص همین کاره، اینا هم همه آمریکاییه.
صورت الماس کنارشه. اینو دیگه دارم. خب باز هم ادامه خواهد داشت. فعلا حالا برای فیلم نمیزنم. درسته. بعد ما بقیش با این لبه این طرف ها هدم هم بایی برمی دارم. بعد لبه بالا بوده، بعد الان لبه جانبی. ولی این دیگه الباس نیست، این سوهانه. درست. به این صورت برداشته میشه، بعد آخر سر با این دوباره پرداخت میشه، بعد دوباره با سنباده 1000 و این سیغل میشه. این سیغل بودن بسیار مهمه، چون سیم باید روش لیز بخوره، صدای خرخر نده. سیمایی 456 اگر سیغل نماشه خرخر میکنه و اون اصلا جالب نیست. دستتون در نکن استاد. دمتون گرم، امروز با ما بودین. قربان شما، موفق باشید.